با عرض سلام خدمت همه دوستان تریدرها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. برمیگردم به جمعه. ببینید، ما جمعه خبر خیلی مهمی داشتیم. البته خب من جمعه نبودم، به خاطر هم اصلا هیچ صحبتی هم راجبش نکردیم و خودم هم پوزیشن انجام ندادم. همون خبری بود که هر ماه می اومد و ما منتظرش بودیم که از استراتژی زمان خبر استفاده کنیم، یعنی نرخ اشتغال در واقع کانادا، نرخ بیکاری کانادا، دستمزد ساعتی میانگین، دستمزد ساعتی ماهانه در آمریکا، اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا و نرخ بیکاری آمریکا. اینا تو یک لحظه ساعت 3:30 بعد از وقت ترکیه، 5 بعد از وقت ایران اعلام شد و ما تو ماهای گذشته همیشه صبحش من اطلاع رسانی میکردم که اینو میتونیم به عنوان ترید زمان خبر بگیریم. این هفته میگم، حالا چون من جمعه نبودم در واقعیت این کارم نتونستم بکنم، ولی میبینین این 5 دقیقه در واقعیت USD CAD هست، به راحتی نمودارتون یه چیزی نزدیک 103 پیپ حرکت کرد. یعنی تو گام اول فقط همون کندل سبز اولیه رو میگرفتین 62 پیپ بود. خب خیلی راحت، کافی بود فقط بالا پایین این منطقه رو اوردر بذارین، منتظر در واقعیت پرتاب نمودار باشین. یعنی خیلی راحت از این کندل 62 تایی خیلی راحت مثلا نزدیک 45 پیپش مال شما بود، اگه می‌خواستین ساب کنین که فاصله‌های بیشتری هم میتونست بگیره. نه تنها USD CAD، حتی چارت طلا رو اگه نگاه کنین یه چیزی دور بره، اجازه بدین از اینجا تا این پایین همونجوری که می‌بینید تقریبا 25 دلار هم طلا توی چشم هم زدن اومد پایین. خب حالا همه اینا در واقعیت برمیگرده به حرکت شاخص دلار. شاخص دلار در واقعیت یه پامپ سنگین رو انجام داد که باعث شد شما توی اون یکی مارکت ها ببینید که همچین نوسانی اتفاق افتاد. حالا در واقعیت باید بیایم شاخص دلار رو بررسی کنیم برای امشب که یعنی بامداد دوشنبه در واقعیت بازار باز میشه، بیایم روی چارت هایی که خیلی حرکت های شارپی داشتن، مخصوصا طلا. بیشتر بحث اون رو طلا می‌خوایم ببینیم که چه بلایی سر طلا می‌تونیم بیاریم، مخصوصا از لحظه‌ای که بازار داره باز میشه. خب بریم رو چارت طلا. از قبل چارت طلا اجازه بدیم اول راجع به ایندکس دلار یه صحبتی بکنم. اگه تو تایم فریم دیلی بخوایم چارت شاخص دلار رو نگاه کنیم، به نظر من ما این بالا یه فلگ داریم، نمودار خیلی وقت بوده صعودی بوده. خب تقریبا از ابتدای 2022 نمودار صعودی بوده، الان یه اصلاح خیلی خوب رفته مثل اینجا، بعدش یه همچین پامپی داریم. ببینین این نارنجیه مووینگ سیه، نمودارتون هر وقت به مووینگ سی گیر کرد رفت مثل اینجا. ببینین یه کوچولو این دفعه اومد پایین، اینجا یه کوچولو اومد پایین، ولی هنوز ارتباطش با مووینگ سی قطع نشده. دونه دونه این 4 5 تا کندلی که می‌بینین وصلن به مووینگ سی. پس برای بامداد امروز که یه خورده تصمیم گیری شاید زود باشه، چون در واقعیت بعد از ظهر دوشنبه فردا بازار آمریکا باز میشه، حرکت شاخص دلار از اون به بعد مطمئن تره. اگه این بالا ببینیمش احتمالاً ما یه صعود داریم، شاید حتی با همین نرخ هم بخوایم بگیریم بتونه به عددهای بالاتر دست پیدا کنه، مثلا 110 رو ببینه این دفعه، باعث میشه که طلا ریزش بیشتری داشته باشه. حالا میگم چرا طلا اصلا برام انقدر مهمه، عرضم به حضورت چون پتانسیل خیلی بیشتری توش هست الان نشونتون میدم. بریم ویکلی ایندکس دلار هم ببینیم، میبینیم که اوسیلاتور ما خط روند تشکیل داده، برگشت از خط روند رو داریم میبینیم توی این منطقه، هر دفعه به این مووینگ سبز من گیر کرده رفته بالا، الان اینجاست. پس کافیه هفته آینده این پشت باشه که بگیم یه بار دیگه میخواد بره سمت بالا. خب پس ایندکس دلار احتمال صعودش هست، لکن هفته پیش رو اجازه بدین بیارم براتون. ببینین ما چهارشنبه اخبار خیلی مهم داریم، سی پی آی ماهانه، پنجشنبه پی پی آی ماهانه آمریکا رو داریم و اینها باعث میشه که شاخص دلار حرکت های خوبی ممکنه داشته باشه. خب اینا رو دارم میگم چون میگم من سه‌شنبه مسافرم نیستم که چهارشنبه پنجشنبه بخوام اینا رو یادآوری کنم. از الان حواستون باشه اون موقع بازار ممکنه نوسانات خوبی داشته باشه. ولی بریم رو چارت طلا، چیزی که خیلی دلم میخواد راجع به این بیشتر نظر بدم. اگه خاطرتون باشه من تو ویدئویی که دوشنبه عصر گذاشته بودم که میخواستم واسه طلا اوردر بذارم پشت این منطقه، این طرف رو بود اگه اشتباه نکنم 2 آگوست، بله پشت این منطقه، این تیکه بالا رو میخواستم بگیرم که توی 15 دقیقه خب خیلی چیز بیشتری معلوم بود اون موقع. خب صحبت کردیم که احتمالاً طلا خودشو تا منطقه کانال لبه 1800 بیاره بالا. خب ببینید
چیزی که ما میخواستیم اتفاق افتاد. ببینید همه چی اینجا واسه خودش حساب کتاب داره. ببینید طلا دقیقاً 1795 رو دید، یعنی به اون محدوده 1800 که من میخواستم رسید، الان برگشت از اون منطقه است. تو تایم فریم 4 ساعته بستگی داره که چه شکلی بخوای نمودار ببینید. خیلی ساده میتونیم بگیم که من یه آپ ترند دارم، بالای مووینگ 200 هم هر سه تا مووینگ هم به هم دیگه نزدیکه، به اوسیلاتور از پایین به سمت بالا، آ طلا میره سمت بالا. خیلی خوب، این یه سناریو. ولی شما حالتای دیگه هم میتونین ببینین، نمودارتون از لبه 1800 شاید یه دونه دابل تاپ زده باشه، اگه این خط روند رو از دست بده، اگه مووینگ 200 4 ساعته رو از دست بده، یه ریزش یه ضرب خیلی راحت تا 1720 رو داره. حالا فقط همین یه تیکه بالا رو در نظر بگیریم، همین یه تیکه، یعنی یه دونه کندل 4 ساعته بیاد خودش رو تا لبه 200 برسونه، همین یه تیکه رو ببینین چند دلاره، یعنی از اینجا تا اینجا ببینین 11.55 دلار. خب یعنی اگه بامداد امشب، یعنی بامداد دوشنبه، طلا پایین این منطقه بخواد بازی کنه، حرکت کنه به سمت مووینگ 200ش، همین یه تیکه رو بخوایم بگیریم خودش در 11 دلاره. پایین این اگه تو فردا تثبیت بشه که خب خیلی ریزش بیشتری داره، برای بای طلا درسته از اینجایی که هست تو همون منطقه 1795 تقریبا یه چیزی نزدیک 20 دلار این بالا فاصله است، فاصله خیلی خوبیه. اگه میخوایم بای بزنیم بهش، جاش همین نصف شب دوشنبه است، چون به احتمال خیلی زیاد بازار آمریکا که باز بشه ممکنه با تغییر روند در طلا مواجه باشیم، ولی نصف شب که هنوز بازار آمریکا باز نیست، بازار چین و سنگاپور و آسیای شرقی بازه، احتمال داره طلا بخواد در کوتاه مدت از نبود دلار استفاده کنه، یه مقداری صعود بکنه. آره اونم بد نیست، ولی به عنوان یک صعود پایدار بهش تصور نکنین، نگین خیلی خوب جای خوبی رو گرفتم دیگه رفتیم که رفتیم، نه. ولی ممکنه خیلی راحت تو منطقه 1785 و 1795 تارگت های خوبی رو بتونه بزنه، ولی باید حواسمون باشه فردا یعنی دوشنبه بعد از ظهر که بازار آمریکا باز میشه، احتمال اینکه طلا بخواد سراتر بشه به سمت پایین وجود داره. سناریوهای محتمل رو دارم بررسی میکنم، محدوده های قابل ترید رو دارم بهتون نشون میدم کجا به کجاست، بر مبنای اون میخوام تصمیم بگیرم که چه کار میکنم. خب پس فکر میکنم بامداد امروز حتی تا قبل باز شدن مثلا بازار انگلیس زمان خوبیه برای ترید طلا. باید ببینیم، هنوز هیچ آیدیایی ندارم، باید ببینیم اوپن بامداد دوشنبه بالای کلوز جمعه است یا پایین کلوز جمعه و چطوری خودش رو ثبت تثبیت میکنه. اینا رو مد نظر داشته باشیم و بخوایم روش کار بکنیم. خب من فکر میکنم که طلا ابزار خوبی باشه، ولی خب مثلا دارم میگم به خاطر حرکت شدید دلار، شما یورو یو اس دی رو اگه ببینین، حالا بیامش 15 دقیقه راحت تر ببینین، یورو یو اس دی هم حرکت خوبی داشت. فقط یه چیزی در نظر داشته باشیم، کل این برگشت توی 50% مسیر ریزش اتفاق افتاده، نمودار نتونسته 50% ریزش رو بیشتر پس بگیره، پس هنوز میتونه آبستن یه ریزش دیگه باشه. فقط هم روی نیستا یو اس دی کد رو یه بار دیگه براتون بیارم نگاه کنین، این اگه به عنوان مسیر اصلی باشه، این مسیر صعود اصلی، یک لحظه، خب حالا من نقاشیم بده ببخشید، ببینید 50%ش تقریبا میشه اینجا، نمودار هولوهوش 50% گیر کرده. خب یا رو چارت طلا هم بخوایی نگاه کنی این سناریو باید فکر کنم داشته باشیم. ببینید این طلا، از اینجا تا این پایین در نظر بخواییم بگیریم، یه بار تا حدود 50% اومد، پایین 50% داره بازی میکنه. خب پس یعنی فشار رو به پایین بیشتره، حواسمون باشه. ولی میگم ممکنه امشب در واقع زمانی که آسیای شرقی باز هست، طلا بتونه در کوتاه مدت، میگم احتمالش خیلی ضعیف‌تره، احتمال ریزش بیشتره، ولی میتونه در کوتاه مدت، یعنی کل نصف شب امشب و بتونه یه صعودهای کوچیکی داشته باشه، قابل گرفتن ممکنه باشه. خب حواسمون هست رو این بذاریم. فکر میکنم به خاطر در واقع نوسان شدیدی که عاملش هم ایندکس دلار بوده تو اکثر بازارهای فارکسی اتفاق افتاده و هنوز هم اثرش از بین نرفته، فکر میکنم پتانسیل خیلی زیادی دقیقاً از لحظه که بازارها
بامداد امشب باز میشن اتفاق بیفته. خب بخاطر اون دوستانی که فارکس کار میکنن شاید براشون فرصت‌های خوبی باشه، شاید ارزش داشته باشه وقت بذارن بتونن تو اون تایم ها ترید بکنن. امیدوارم هفته پیش رو همتون ترید های خیلی خوبی داشته باشین و پرسود باشین. وقتم بخیر.